اما یه نکته بسیار مهمی بود که من میخوام خدمت مردم عزیز کشورم بگم که چون مورد اتفاق همه بود و اون اینکه ماجرای کرونا این نیست که ما مثلا یه هفته دیگه در روز دیگه به یک زمانی برسیم که دیگه ویروس کرونایی در عالم نباشه یا در ایران نباشه این ویروس آمده وارد جامعه شده و هست حالا ممکنه یه سال دیگه باشه ممکنه دو سال دیگه باشه منتها باید شرایط جامعه رو قابل تحمل کنیم برای نوعی مواجه شدن با این ویروسی که خب شرایطش ضعیف میشه به هر اکثریت جامعه ما قدرتمند میشن بدنها توانمند میشه در برابر این ویروس مثالی که یکی از پزشکان دیروز میزد میگفت اینم مثل یه آنفولانزایی است که به هر هست میره بعد میاد اوج میگیره تمام میشه دو مرتبه میاد بنابراین ما باید خودمون رو برای زندگی با یک همچون ویروس تا زمانی که معالجه قطعی براش پیدا بشه و یا واکسن قطعی براش پیدا بشه که هیچ کدام اینها تا امروز هنوز نشده بنابراین تلاش ها باید این باشه که ما نذاریم یه مرتبه در یه استان در یه شهر در یک جامعه یه هو، یه اوج یه پیک پیش روی ما قرار بگیره که دستگاه درمان ما رو با استراب و مشکل مواجه کنه ما باید شرایط رو بگونه مدیریت بکنیم که دستگاه درمان ما بتونه اونا رو درمان بکنه و به تدریج از این مسئله عبور بکنیم